خب من از اونجایی که در مورد ترانسفورم و کراپ و دیستورت صحبت کردیم، بعد نیست در مورد بقیه این چیزایی که اینجا هستم یه صحبتی بکنیم و توی این درس بتونیم این بخش ویدیو اینسپکتورز رو تموم بکنیم. اولین چیزی که اینجا شما بعد از دیستورت می‌بینید استیبلایزیشنه. به طور مثال من این تصویر رو با موبایل فیلم برداری کردم، با آیفون، و همونطور که شما می‌بینید یه مقدار تصویر لرزش داره و یه مقدار بالا پایین میشه. من اگر بخوام میتونم بیام بگم مثلا آوت پوینتم میتونه اینجا باشه و حالا اینجا میتونم بیام استیبلایز رو بزنم. و استیبلایز از اون چیزایی هستش که توی فاینال کات زمانی بره، و همینطور که شما توی درس فکرم توی دو تا درس قبل بود اگه اشتباه نکنم دیدیم، اینجا مشخص میشه این تایمی که میخواد اختصاص بده به این کار. حالا تو همین زمانی که این داره این کار رو انجام میده، ما میتونیم عنوانهای دیگر هم ببینیم. این پایین ترین عنوان کامپوزیتینگ هست. یه لحظه بذارید من این پنجره ببندم. هاید براوزر. کامپوزیتینگ این همون چیزی که شما توی فتوشاپ داشتین، به طور مثال بلندینگ مود شما مولتیپلای باشه که قسمت‌های تاریک این تصویر رو با قسمت‌های تاریک تصویر پایینی ترکیب می‌کنه. من تصویر پایینی رو اگر نشون شما بدم یه همچین چیزی هست و اینجا یه همچین اتفاقی می‌افته. برعکسش اسکرین هست و من فکر کنم اینا خیلی ساده و مشخصه، احتمالاً شما توی فتوشاپ باشون کار کردین، و اگرم کار نکرده باشین با تست کردنشون خیلی راحت میتونید ببینید که چه کاری انجام میدن. اوپاسیتی، میزان اوپاسیتی و میزان خود شدت غلظت تصویر شماست. میدونم راسته شیری میشه فارسی اینو ترجمه کرد، هم اوپاسیتی فکرم بهترین چیزی باشه که میشه گفت. و اگر خواستید شما به طور مثال یه سری فید و اینا به وجود بیارید، اینجا مثلا میتونید یه کی فریم بزنید، اینجا یه کی فریم بزنید، و حالا اینجا این حالت دیزالف ایجاد میشه و دیده میشه. باز اگر خواستید میتونید این رو ریسیت بکنید. و فکر کنم کامپوزیتینگ خیلی چیز مشخصه، خیلی چیز واضحی هست، چیز خاصی نداره. عنوان بالای ریت کانفورمه. اگر کیف ببخشید فریم ریت کلیپ شما که الان مال این کلیپ 25 هست با فریم ریت خود تایملاین تفاوت داشته باشه، شما از اینجا میتونید بیاید تغییرش بدید. و این حالا میاد میگه من اگه 25 رو بخوام به 24 تبدیل بکنم یا به 23.98 تبدیل بکنم، بعد بیام از یکی از این متدها استفاده بکنم، مثلا فریم های نزدیک به هم رو با هم ترکیب بکنم یا از نزدیکترین فریم استفاده بکنم. اینا چیزایی که یه مقدار تکنیکاله و یه مقدار وارد جزئیات میشه که خب حالا ما تو بخش دوم آموزشمون بهش میپردازیم. فقط تنها نکته که من بگم اینه که اپتیکال فلو خیلی کیفیت بهتری داره ولی خیلی زمان میبره و محاسباتش خیلی طول میکشه. اینه که من ترجیح فعلا رو همین فلور میذارم بمونه. اسپیشیال کانفورم، اسپیشیال کانفورم البته اسپیشیال نیست، اگر اندازه تصویر شما از تایملاینتون کوچیکتر یا بزرگتر باشه نرم افزار چی کار بکنه؟ شما میتونید بذارید روی نان، یعنی هیچ کاری نکن، فیل یا کلن کادر رو پر بکن، فیت یا اندازهش رو مناسب بکن. بذارید من با یه تصویر دیگه شاید اینجا بهتر بتونم نشون بدم این یه دونه رو. تصویر یه چیزی که کوچیکتر از تایملاین باشه بهتر اینو میشه توش دید. خب حالا من میذارم اینجا. همونطور که شما میدید اینجا تصویر من الان کوچیکتر به نسبت تایملاینم و این الان فکر کنم یه تصویر NTSC باشه. اگه من بذارم رو نان اندازه اصلیش رو نشون میده که طبیعتا از HD خیلی کوچیک‌تر هست. فیت میاد این تصویر رو به حدی بزرگ میکنه که یکی از دو طرف حالا عرضی یا طولیش به اندازه نسبت تایملاین بشه. ولی اگر شما فیل رو بزنید کلن پر میکنه.
یعنی دیگه نسبت تناسبات رو در نظر نمیگیره، انقدر زوم میکنه تا بالاخره این تصویر کل فریم رو پر بکنه. عنوان بالایی رولینگ شاتر هست. رولینگ شاتر هم باز به یه درصد محاسبات زیادی نیاز داره. من این یکی تصویر رو که داره اپتیکال فلوش محاسبه میشه، ما فکرم استیبلایزیشنش تموم شد. ببخشید من اینو میارم بزنم اینجا. الان ما میتونیم ببینیم که چه اتفاقاتی افتاد. دوباره من اینو میبندم. البته نه، هنوز داره غالبا محاسبه میکنه. البته این اپتیکال فلو ماله احتمالا اون چیزی که ازش استفاده نکردیم، به خاطر همین من اینجا کنسلش میکنم. تا من اونجا زدم اپتیکال فلو، این واسه خودش رفته شروع کرده به حساب کردن. البته متاسفانه استیبلایزیشن هم فکر کنم ما دست دادیم، یا ببینیم چی شد. نه خوبه، مشکل نداره. محاسبات استیبلایزیشن موند سر جاش. اگر شما بیاید اینجا اتوماتیک رو انتخاب بکنید، میاد خودش به تصویر نگاه میکنه، میبینه چقدر لرزش داره. تا جایی که میشه سعی میکنه فقط لرزش های تند و تیزش رو بگیره. همچنین شما با اسموتینگ میتونید بیاید میزان تغییرات و لرزش تصویر رو کمتر کنید. به طور مثال من اگر اینجا الان ببینم، خیلی میزان تکون خوردن تصویرم کمتره به نسبت زمانی که فرض کنید شما این روی یک بود. اگرم به جای اوتوماتیک شما اینرشیا کم رو انتخاب بکنید، فاینال کات اینطوری در نظر میگیره که انگار دوربین شما یه منطق درست حرکتی داره. به طور مثال پن تیلت یا روی استدی کمه، دستین یعنی مثلا هند هلد نیست، چیزی نیستش که کاملا روی دست باشه و کاملا لرزش های عجیب داشته باشه. اسموت کم هم میاد حرکت نرمی رو حفظ میکنه توی طول کل زمانی که شما در واقع دارین تصویر رو میبینید. یه مقداری ممکنه تصویر لرزش همچنان داشته باشه، ولی میاد تا جایی که میتونه سعی میکنه تصویر رو حرکت‌های اصولیش رو نگه داره ولی نرم کنه اونها رو. من اینجا میام فعلا ترانسکودینگ رو حتی نه دیگه فرمان تمام شد، خواستم قطعش بکنم، خیلی مشکلی نیست، تقریبا تمام شد. اسموت کم همونطور که شما الان میبینید حرکات رو حفظ میکنه ولی اونا رو نرم میکنه. شما میتونید بگین که خب حالا چرخش رو کم کن یا حرکات عرضی و طولی رو کم کن یا زوم رو کم کن. هر ستاش رو شما اینجا میتونید ببینید که وقتی زیاد میکنین میزان تغییرات کم میشه. دوباره میزنم روی اینرشیا که شما تفاوتش رو ببینید. اینرشیا یه همچین اتفاقی، طبیعتاً چون این هند هلدر اینرشیا درست جواب نمیده. اگر هم شما این آیکون ترایپاد مود رو بزنید، این ترایپاد مود فقط زمانی فعال میشه که خود نرم‌افزار احساس بکنه شما دوربینتون روی سپایه بوده ولی مثلا خیلی باد میومده یا لرزش های ریزه ولی تصویر اصولاً ثابته. اون موقع شما میتونید این عنوان ترایپاد مود رو روشن بکنید. من یه چیزی که اینجا میخواستم نشونتون بدم، تجربه‌ای که خودم داشتم با استفاده از این و اونم سر همین فیلم کوتاه شهرزم لایت بود، اگر من بتونم پیدا بکنم. مثلا اینجا آخری شما لود بکنم، یکی از شاتایی بودش که خیلی این عنوان استبلایزشن عجیب به درد خود نجات داد. ما توی ماشین داشتیم فیلم نداری میکردیم و
همین موضوع باعث شد که خیلی لرزش زیادی داشته باشه تصویر. اینجا این تصویر رو شما اگه ببینید، یه همچین لرزشی داره. اگه من استیبلایزیشن رو بزنم، باعث بشه که این میزان لرزش از بین بره و خیلی تصویر نرمتر بشه و عملا این نما قابل استفاده خواهد بود بعد از اینکه استیبلایز شد. عنوان دیگه هم که اینجا داریم رولینگ شاتر. رولینگ شاتر رو ما بعدن بیشتر توی بخش دوممون در موردش صحبت میکنیم که اصلا چجوری به وجود میاد، چه اتفاقاتی میفته، ولی مال دوربین های دیجیتاله که چیپشون، سیموسشون یا CCDشون زیاد خوب نیست و دوربین های اکثرا ارزون این مشکل رولینگ شاتر رو دارن. حالا اتفاقش خیلی بحث مفصلیه، من اینجا خیلی وارد جزئیاتش نمیشم، ولی شما اگر با دوربین هایی مثل آیفون فیلم برداری کرده باشید میتونید این رولینگ شاتر رو بزنید، لرزش هایی که توی تصویرتون به وجود میاد، مثلا این لبه ها اینجوری وول وول میزنن رو، مثلا اینجا اگه بخوام من نشونتون بدم، خط ها ممکنه خیلی خوب حفظ نشن و ممکنه خیلی بد جا به جا بشن. رولینگ شاتر میاد یه مقداری اونها رو کم میکنه، هرچند که واسهش من تا الان ندیدم هیچ نرم افزاری بتونه خوب این قضیه رولینگ شاتر رو درست بکنه. یعنی که ترجیحاً همیشه بهتره شما با یه دوربین خوب فیلم برداری بکنید تا اینکه مثلا با یه چیز مثل آیفون فیلم برداری بکنید بعدن بخواید بیاید از این رولینگ شاتر استفاده بکنید و بخواید اون مشکل رو حل بکنید. قاعدتا نمیتونه بیشتر موارد این مشکل رو درست بکنه.